دوازدهمین روز شهریور ماه برابر با 3 سپتامبر سال 1037 خورشیدی برابر با 1658 میلادی، درگذشت الیور کرامول، تنها رئیس جمهور انگلستان که از جوانی وارد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شد و پس از ورود به پارلمان و در جریان اختلافات پارلمان و پادشاه که با بی‌اعتنایی شاه نسبت به مجلس همراه بود، به تشکیل یک نیروی مسلح دست زد که به مقابله با شاه برخاست و در نهایت به شکست چارلز اول انجامید. با سقوط نظام پادشاهی، الیور کرامول حکومت جمهوری اعلام کرد و خود را به ریاست جمهوری انتخاب نمود. این جمهوری کمتر از 10 سال طول کشید و با مرگ وی بار دیگر سلطنت به انگلستان بازگشت. سال 1348 خورشیدی برابر با 1969 میلادی، درگذشت هوشیمینه، قهرمان استقلال ویتنام که در شمال این کشور به دنیا آمده بود و تا قبل از 30 سالگی به آمریکا، انگلیس و فرانسه سفر کرد و با شرایط زندگی در این کشورها آشنایی کامل داشت و رفته رفته تابع و مدافع کمونیسم شده بود. وی با شرکت و فعالیت در اجتماعات احزاب کمونیست به عنوان یکی از افراد مورد اعتماد رهبران شوروی شهرت یافت و پس از چندی حزب کمونیست هندوچین را بنیان نهاد و جنبش چریکی ویتمین را با هدف به دست آوردن استقلال ویتنام تشکیل داد. وی در مدت کوتاهی توانست بخش‌های وسیعی از شمال ویتنام را تحت کنترل خود درآورد و تشکیل جمهوری خلق ویتنام را اعلام نماید. هوشیمینه سرانجام 5 سال پس از آغاز جنگ ویتنام شمالی با آمریکا در 79 سالگی درگذشت، اما سیاستمداران و نظامیان هوادارش 5 سال دیگر جنگ را ادامه دادند تا توانستند یک پارچگی را در سراسر ویتنام به وجود آورند. سال 1371 خورشیدی برابر با 1992 میلادی، درگذشت فیزیکدان شهیر دکتر محمود حسابی، پدر فیزیک نوین ایران که از پدر و مادری تفرشی در تهران دیده به جهان گشود. پدر وی سفیر کبیر ایران در بغداد و سپس شامات بود که به همراه خانوادهش به بیروت نقل مکان کرد. محمود حسابی پس از مدتی بدون خانوادهش به ایران بازگشت و از سن 17 سالگی موفق به اخذ مدارج عالی تحصیلی گردید. از جمله این مدارک علمی میتوان به کارشناسی ادبیات، علوم، مهندسی راه و ساختمان، معدن، برق، زیست شناسی و دکترای فیزیک اشاره کرد. او به زبانهای رایج دنیا مانند عربی، انگلیسی، آلمانی و فرانسه آشنایی کامل داشته و با زبانهای سانسکریت، لاتین، یونانی، پهلوی، اوستا، ترکی و ایتالیایی و روسی نیز آشنا بود. دکتر حسابی تنها شاگرد ایرانی آلبرت اینشتین بود که علاوه بر او با دانشمندان معروف دیگر دنیا مانند برتراند راسل و آندره ژید هم ارتباط علمی داشت. علاوه بر اینها نه تنها دکتر حسابی را پدر علم فیزیک نوین ایران لقب دادند، بلکه در سال 1990 هم وی را به عنوان مرد علمی سال جهان و مرد بین المللی 1991 انتخاب نمودند.